عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان و ملت شهیدپرور پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض میکنم افغانستان در ماه گذشته جنگ های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند تا ای که متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار از کاپیسا تا اندراب مقامت خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب و پنشیر رسید جبهه مقاومت ملی به خاطر دفاع از عزت سلامت استقلال آزادی و عدالت مبارزه خود به خاطر دفاع از این ارزش ها شروع کرد دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر سر کشور جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت اما طالب ها خوشبختانه که تینت واقعی خود را نشان دادند و بالاخره برخلاف خلاف چیزی که در ظاهر می گفتن نشان دادند که نه باوری به شریعت دارند، نه باوری نه نبا به قرآن دارن و نه فیصله علمای سرتاسر سر افغانستان باورمند هستند. و بعد از فیصله علما اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنای ما از جمله بخشی از خانواده شدن. ما شدند. ما نه تنها با ایش و هدا خون و ضعیف نیستیم بلکه از دیرباز چه خانواده ما مثل تمام خانواده های دیگه به خاطر عزت به خاطر دین به خاطر خدا و به خاطر افغانستان مبارزه کردیم و شهید دادیم هموطنان عزیز امروز اتفاقاتی که افتی در است تصویر کوچکی از آینده افغانستان می باشه آینده که با ای که بیگانه ها با کمک این افرادشان با کمک این نماینده ها و مزدورانشان می خواهند افغانستان پیاده بکنند و اوی تصویر همیست که افغانستان یک افغانستان عقب مونده باشه تاریک به دور از هر گونه فرهنگ و هنر اتحاد و اتفاق و همچنین افغانستانی که در یک انزوای سیاسی اقتصادی توسط دنیا قرار داشته باشه و به انزوا بره و نه کسی با ما کار داشته باشه و نه دیگه افغانستان یک سیاست و برنامه مستقل مربوط خود را داشته باشه حمله دیروز به واضح نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالبها ها در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. امروز پیام مشخص به مردم عزیزمون دارم. هموطنان ما در هر گوشه ای که هستین چه در بیرون و چه در دا داخل فراخان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. هر کسی به هر شکلی که میتونه استاد شد و فریاد حیحات من نزله را بلند بکنه ما در کنار همه هم میهنان و هموطنان خود به چه شکل کسایی که مقاومتگر هستند و تا امروز و امی لحظه ای که صحبت میکنم در دره دره در, در, در جغرافیای هندوکش پنشیر و اندراب هنوز حضور دارند و هنوز مقاومت دارن و چه مثل خواهران با عزت ما که در هرات و کابل صدای فریاد دادخواهی خود بلند کردند و چه مثل هموطنان ما که در بیرون با تظاهرات صدای بر حق مردم ما در بیرون شدند ما با شماستیم و از شما تشکری میکنیم و در کنارتان استاد میشه و خواهش ما است که هر برادر و خواهر ما در هر گوشه ای وطن که هست به هر شکلی که میتونه به خاطر نجات وطن از او تصویری که پیشتر گفته شد به پا خیزه استاد شوه قیام بکنه و مقاومت بکنه کسانی که به شکل مبارزه مسلحانه میتونن ما در کنارشان حضور داریم کسانی که تظاهرات میکنن ما صدایشان میشیم و در کنارشان هستیم و از اونها حمایت میکنیم و به خاطر نجات وطن تا آخرین لحظه در کنارشان حضور می داشته باشیم صحبت دومم با جامعه جهانی است که متاسفانه با ایجاد فرصت غلط به طالبها، ها ایجاد دادن فرصت سیاسی باعث شد که اونا هم جرأت سیاسی پیدا بکنن و هم به دنیا این قسم نشان بدن که تغییر کردن در حالی که طالب به هیچ عنوان تغییر نکرده بلکه ظالمتر قصی القلبتر تر و متعصبتر از دیروز امروز قدم گذاشته و مشاهدی است. لحاظا امروز مردم افغانستان قضاوت دنیا و همسایگانش سیل است که کی به عنوان دوست واقعی در کنار مردم افغانستان و در مقابل این گروه های مزدور حضور پیدا میکنه و قضاوت تاریخ و مردم افغانستان انجام خواهد شد و خواهند دید که دوست واقعی مردم افغانستان چه کشورهایی خواه بود روی صحبت دیگر من با او قده از افرادی است که در کنار طالبا قرار گرفتند به نیت ای که در مقابل تجاوز جهاد میکنن امیدوار هستم امروز با ظلم ها و با جنایت هایی که طالب کاملا مخالف شریعت اسلام مخالف فیصله علما و مخالف روحیه ملی و روحیه اسلامی انجام دادن امیدوار که اونا از خواب غفلت بیدار شده و بفهمند که خود را خانواده خود را و آینده خود را و آخرت خود را به تباهی میکشند شمایی که شاید با نیت خیر خیسته بودین امروز وقت جبران اشتباهاتتان رسیده شمایی که از بدخشان تا تخار شمایی که از هلمند تا قندار حضور دارین وقت جبران اشتباهاتتان امروز است در کنار مردم ملتتان قرار بگیرین از خداوند عفو بطلبین که دست به خون گناه دراز کردین و هنوز خداوند به شما فرصت ای را داده تا اشتباهاتتان جبران نموده و دنیا و آخرتتان آباد بسازیم امیدوار هستیم که با درک درست از اوزا و شناخت دقیق دشمن شما به اشتباهاتی که تا حال انجام شده بیشتر ازی مرتکب نشید یک بار دیگه شهادت جوانان صدیقی سرزمین را خدمت همه تسلیت عرض می کنم و متحد به تعقیب رای آنهاستیم جبهه مقاومت ملی به زودی سخنگوی جدید خود اعلان نموده و بار دیگه اعلان میکنه که شهادت افتخار ماست و به هیچ عنوان شهید دادن و همچنین فشارهای بالای جغرافیا آوردن از روحی ما نمیکاهه بلکه در کنار ملت و مردم خود تا آخرین نقطه و تا آخرین لحظه جبهه مقامت تا آزادی افغانستان و پیروزی مردم افغانستان ادامه خواهد داد و ما باورمند که انشاالله الله به توفیق پروردگار و حمت مردم ما پیروزی اتمیست و در مقابل اراده یک ملت هیچ قدرت و نیروی استاد شده نمیتاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.